تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. از اول قرآن شروع کردیم، آیه به آیه تلاوت میشه. ما هم هر آیه چند دقیقه، 4 دقیقه، 7 دقیقه، 5 دقیقه، در این حدودا تقریبا تفسیر میکنیم. به جزء 26، یعنی اواخر جزء 26 رسیدیم. الان سوره قاف هستیم با آیه 36. آیه 36 و 37 رو با هم بشنوید. و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا فی البلاد هل من محیص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. چه بسیاری از امتهایی که نسلهایی رو که قبل از اینها بودن خیلی هم قوی تر بودن، اما به خاطر کفر و لجبازیشون ما اینا رو نابود کردیم. به مردم مکه بگو خیلی شما زور ندارید، از شما گردن کلفت دارم خدا من نابود میکنه، لجبازی در مقابل منطق و اعجاز نکنید. و کم اهلکنا، این نابودی امتها و تمدنهای گذشته میتونه چراغ راه شما باشه. ببینید گذشتگان لجبازی کردن، نابود شدن، شما عبرت بگیرید. ای که خداوند به پیغمبرش میگه قوم قبی تر از اینها را هلاک کردیم، یعنی ناراحت نباش، دلداری و تسلیه. اگر اینها لجباز کردن ناراحت نباش. و اجازه سنت مانه، یعنی برنامه مانه. و کم اهلکنا، یعنی جرقه نبوده، تصادف نبوده. و کم اهلکنا، یعنی خیلی از این نمونه بوده. و کم اهلکنا. و علم تاریخ و باستانشناسی هم باعث میشه که انسان سنتهای خدا رو بهتر بشناسه. بعد فرمود فنقبو فی البلاد، اینها برای کشورگشایی شهرها رو سوراخ میکردن. نقبو نقب یعنی سوراخ کردن، نفوذ کردن. میگن فلانی مناقب فلانی، یعنی کمالاتی که در روح فلانی عمیق فرو رفته. نقبو، اینها به قصد کشورگشایی دسترازی به کشورهای دیگه هم میکردن، اما در این حال به خاطر کفرشون نابود شدن. حلم محیص، یعنی آیا بر اونها راه گریزی هست؟ قهرمان که اومد هیچ ابرقدرتی توان مقاومت نداره. حلم محیص، از تاریخ عبرت بگیرید، نگران نباشید. نابود کردن ستمگران لجوج سنت خداست. ای قلدرها پلو قدرت ما چیزی نیستن. بعد می‌فرماید ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب. در این تحولات تاریخی و هلاک سرکشون، ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، برای کسی که دل بیدار داشته باشه این پندیه. لمن کان له قلب، یعنی کسی که دل آماده داشته باشه. قلب جوجا این روح آماده، در فارسی هم میگیم فلانی قلبش در دست فلانی تنگ اومده، یعنی روحش تنگ اومده. اگه کسی روح آماده داشته باشه این تحولات تاریخی، لجاجت امتها و نابودی اونها به خاطر لجاجتشون، اگه کسی اهل فهم باشه میفهمن ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، یا عقل داشته باشه با عقلش بفهمه، او القى السمع و هو شهید، یا گوش بده در حالی که شهید شاهد باشه، یعنی با حضور قلب گوش بده. چون آدم گاهی وقتا گوش میده ولی چون حواس جمعی میگه که القسم، گوشش القا کنه، یعنی تمام در اختیار بگذاره. و هوا شهید، یعنی خودش هم شاهد باشه، یعنی با حضور قلب به سخنان حق گوش بده. اگه کسی با حضور قلب به سخنان حق گوش بده یا اهل عقل باشه، این تحولات تاریخی میتونه برای او
پس از حوادث تاریخی به سادگی عبور نکنیم، تحلیل کنیم، درس بگیریم. اونایی که از حوادث تاریخ عبرت نمیگیرن، اینها پیداست دل مرده هستن. اون شنیدن و گوش دادن اثر داره که با توجه حضور قلب باشه. خب این آیه 36 و 37 تمام. نتیجه آیه چی شد؟ نتیجه این آیه شد پیغمبر نگران نباش. ای پیغمبر، قوی تر از مردم مکه هم نابود شدن. مردم درس بگیرید، در مقابل منطق و معجزه پیغمبر لجبازی نکنید. گوش دادن ها به شرطی اثر داره که با هوا شهید خودت هم حاضر باشی، نه فقط گوشت حاضر باشه، دل جای دیگه باشه. القسم او هوا شهید، یعنی گوشت در اختیار بذاری، خودت هم حضور داشته باشی، یعنی با تمام وجود گوش بده. و السلام علیکم و رحمت الله.